نیروی صفاق و یهودی طالبان امروز از چهار طرف بالای بلخاب حمله کردند. خرخط خبرها، طالبان افراد غیر پشتون را از تمام حکومت داری به زور برکنار کردند. سفر لاوروف وزیر خارجه روسیه به ایران و امضای پیمان استراتژیک آمریکا را به لرزه درآورد. مولای مهدی طالبان را غلامان حلقه به گوش و دشمنان صفاق کشور خواند و همچنان نوار صوتی مولای مهدی در این مورد. جسد یک دختر جوان در بامیان سربوریده پیدا شد. سلام و سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. منبع: طالبان افراد غیر پشتون را از ادارات دولتی در شمال کشور برکنار میکنند. منابع محلی در ولایت فاریاب میگویند که طالبان در تلاشند تا افراد غیر پشتون را از ادارات دولتی در ولایت های شمال کشور برکنار کنند. یک منبع معتبر محلی در ولایت فاریاب به شرط افشا نشدن نامش و روزنامه 8 صبح گفته است که طالبان افراد غیر پشتون را که در رأس نهادهای دولتی قرار دارند برکنار و به جای آنان افراد پشتون تبار را میگمارند. منبع با اشاره به بازداشت مولوی عارف از قماندانان ازبک تبار و مسئول راه آهن آقینه روز گذشته در کابل بازداشت شد، میگوید که طالبان به جای او یک قماندان قندهاری را گماشتند. پیش از این طالبان مولوی مهدی تنها فرمانده ازبک تبارشان را از ریاست استخبارات بامیان، قاری صلاح الدین ایوبی را از معاونیت وزارت فواید عامه و مولوی حبیب الله حماس را از قماندانی امنیه سمنگان برکنار کرده و والی پشتون را نیز برکنار کرده و باز به جای آنان افراد پشتون تبار خودشان را گماشتند. برکناری افراد غیر پشتون با اختلافات درونی طالبان بیشتر از همیشه افزوده است. خبر بعدی: جسد یک دختر جوان در بامیان پیدا شد. منابع محلی در بامیان میگویند که جسد یک دختر جوان پس از یک ماه ناپدید شدن در این ولایت پیدا شده است. یک منبع معتبر محلی در بامیان به شرط افشا نشدن نامش گفته است که این دختر جوان رقیه نام داشت و حدود یک ماه پیش ناپدید شده بود. با گفته منبع جسد رقیه از داخل یک چاه در روستای شهیدان از مربوطات مرکز ولایت بامیان پیدا شده است. منبع میگوید که رقیه باشنده اصلی ولسوالی ورس و باشنده فعلی مرکز بامیان بود. در همین حال محمد خوانی رسا سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بامیان میگوید که جسد رقیه نتیجه بررسی های کشفی آنان پیدا شده و یک تن نیز در پیوند به قتل بازداشت شدند. به گفته رسا، فرد بازداشت شده در بررسی های نخستین اعتراف کرده که رقیه را یک ماه پیش کشته و به داخل چاه پرت کرده است. قتل های مرموز و رویدادهای خودکشی پس از تسلط طالبان بر کشور در بامیان افزایش یافته است. خبر بعدی: سفر لاوروف و تهران، دو کشور مشارکت استراتژیک خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز وارد تهران شد و با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور گفتگو کرده است. وزیر خارجه ایران و روسیه عصر پنجشنبه در یک نشست خبری حاضر شدند و در خصوص بهبود روابط دو کشور و برنامه هایشان در عرصه های تجارت و کاهش تاثیرات تحریم سخن گفتند. وزیر خارجه روسیه گفته است که روابط بین دو کشور می تواند به سطح بسیار بالای در طول تاریخ رسد و آنان در مورد نهایی سازی یک سند شراکت استراتژیک 20 ساله میان دو کشور توافق کردند. با گفته لاوروف، با آنکه تحریم های آمریکا مانع توسعه پویای بین ایران و روسیه شده است، اما تجارت دو کشور در سال گذشته 80% افزایش یافته است و به حدود 4 میلیارد دلار رسیده است. وزیر خارجه روسیه تاکید کرده است که برجام باید بدون هیچ کم و کاست و یا اضافه احیا شود و در همین راستا باید تحریم های غیرقانونی علیه ایران که ناقض برجام است لغو گردد. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم از بررسی معاهده همکاری های جامع بلند مدت و راهبردی دو کشور استقبال اظهار امیدواری کرده که هر چیز زودتر این سند مورد تصویب پارلمان های دو کشور قرار بگیرد. وزیر خارجه ایران در مورد مذاکرات احیای برجام گفته است که قطار به ایستگاه های سخت برای نقطه پایان رسیده و اظهار امیدواری کرد که جانب مقابل مذاکرات در مسیر درست قرار گیرد. وزیر خارجه ایران در این نشست آمریکا و ناتو را عامل وضعیت کنونی اوکراین خوانده و عنوان کردند که ایران جنگ را در اوکراین راه حل نمی‌داند و از گفتگوی مذاکره سیاسی استقبال می‌کند. گفتنی است که این اولین سفر لاوروف و تهران پس از تشکیل دولت جدید ایران
و ریاست ابراهیم رئیسی و شروع جنگ روسیه علیه اوکراین است. اکنون می‌پردازیم به خبرهای تازه و فوری. مولوی مهدی طالبان را غلامان حلقه و گوش و دشمنان صفاک کشور خوانده و از هزاره ها خواستند تا بسیج شوند. این در حالی است که از این نترسید که دشمن با توپ و تانک از شمال و جنوب بر علیه هزاره ها و یا شما نیرو بسیج میکنند. شما حتما کسی هستید که تسلیم نشدید و تن و بردگی ندادید. از این بترسید که قبل از مرگ واقعی مرده باشیم. پرپر شدن، ذبح شدن و آوارگی مردم خود را ببینیم و هیچ کار هم از دستمان ساخته نباشد. مرگ با عزت هزار مرتبه بهتر از زندگی با ذلت است. بالاخره جنگ در بلخاب تحمیل شد و این وظیفه ما است که نظارگر نباشیم. هر کس به اندازه توان در هر آدرس و موقعی که هستیم دست به کار شده و نگذاریم تاریخ عبدالرحمنی تکرار شود. انشاءالله حق پیروز است. اما یکی از کاربران این صفحه های اجتماعی چنین نگاشته است که واقعا میتواند هزاره ها را خشمگین کند. پس لطفاً در آخر قضاوت کنید. گرفته شده از رسانه ها. طالب است و جنایتکار. ربطی به قوم ندارد. در حالی که مردم هزاره داد از فرهنگ و عصری بودن میزنن، اما از یک طالب که همتبارش است شعار حمایت سر میدهند. مولوی مهدی اگر انسان بود و به قومش میاندیشید از اول و طالبان که یک گروه وحشی دهشتگر و غیر قابل اعتماد است بیعت نمی کرد و سرهای مردم بیگناه را نمی برید. حالا جنگ و لشکرکشی میان دو طالب است، نه پشتون و هزاره. در اینجا هم هزاره از بین می رود، هم پشتون، که هر دو پسوند طالب دارند. پس چی بهتر است که احساساتی نشده و به نام قوم از مولوی مهدی حمایت نکنیم و شعار و تبعیض سر ندهیم. قرار است در این جنگ طالبان چی هزاره چی پشتون از بین برود و ما نباید از این جنایتکاران حمایت کنیم. به گفته جنرال آزاق بهترین طالب طالب مرده است. حالا بپردازیم به صوت تازه مولوی مهدی از بلخاب که تازه به دسترس ما قرار گرفته است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از تمام ملت تشیع و هزاره تقاضا مندیم که به فریاد مردم مظلوم بلخاب برسند. نیروی صفاک و یهودی طالبان امروز از چهار طرف بالای بلخاب حمله کردند و به فضل و عنایت خداوند متعال چندین رنجرشان متلاشی شده و مرده هایشان در صف میدان باقی مانده است و همچنین یک دانه آنبی در قریه آیبلاغ در ایسوف چپه شده و شش نفر مرده ایشان در کلینیکی بازار سوخته برده شده. و از تمام ملت هزارجاد و مردم اهل تشیع خواهانم که به فریاد مردم مظلوم بلخاب برسند. جواد سالاری، دستیار امیر صاحب مولوی مهدی، مجاهد، رهبری اهل تشیع.